این از یه طرفش، حالا این طرفش هم سرخ میکنی، چهار طرفش رو سرخ میکنی. سلام به همه دوستان عزیز، حالتون چطور دوستان؟ انشاءالله که هر جزی حالتون خوب باشه. امروز دوستان در خدمتتون هستم با یه ویدیو جدید، با یه غذای خیلی جذاب و متفاوت و خوشمزه. این غذایی که من میخوام امروز براتون درست کنم غذای خیلی راحتیه، در کنار این که خیلی راحته خیلی هم شیک و مجلسیه. یعنی برای کسانی که دوستان این غذای مجلسی و خیلی خوشگل و خوشمزه داشته باشن میتونن این غذا رو سریع و فوری درست کنن. این غذایی که من میخوام براتون درست کنم رولت مرغه. البته این رولت مرغ رو به درخواست عزیزان ازم خواسته بودن که رولت مرغ درست کنم. بیا امروز منم تصمیم گرفتم درست کنم. موادش هم اینجا آماده کردم. خدمتتون میگم که چه موادی ما برای این غذامون لازم داریم. اینجا ما نیم کیلو مرغ چرخ کرده لازم داریم که شما میتونین هم از سینه استفاده کنید هم از ران مرغ. من از جفتش استفاده کردم، یه دونه ران مرغ و یه دونه سینه مرغ. حالا اگر یه وقت مثلا رون مرغ نداشتین میتونی یه تیکه دنبه قاطیش کنی که گوشت سینه‌تون یکم نرم بشه. دو عدد هویج میخوایم. این دو عدد هویج باید درسته باشه که میخوایم بذاریم کامل درسته آبپز بشه. 3 تا 4 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده که این جعفری باید ریز بشه. 2 عدد پیاز متوسط لازم داریم که یکی شما میخوایم برای قاطی مرغ چرخ کردمون و یکی برای داخل سس. و 2 حبه سیر درشت. 2 تا 3 قاشق غذاخوری زرشک لازم داریم. تخم مرغ 1 عدد. آرد سوخاری هم 1 پیمانه پلوپز. 2 قاشق غذاخوری هم روب لازم داریم. خب اینجا ما فلفل سیاه لازم داریم. نصف قاشق چای خوری کمتر فلفل قرمز. 1 قاشق چای خوری فلفل پاپریکا. و 1 قاشق چای خوری زردچوبه. نمک هم به مقدار لازم. زعفران دم کردم حدوداً 1 قاشق غذاخوری دم کرده ما لازم داریم برای قاطی موادمون که این گوشت مرغمون خوش رنگ در بیاد. خب دوستان الان ببینید من این هویج رو میذارم داخل یه ظرفی که درست جا بشه. تقریباً 3-4 دقیقه که بجوشه کافیه. ما میخوایم نیم پز بشه، نمیخوایم کامل اونطوری له له بشه. میذاریم بپزه، بعد این جعفری و پیازو باید خرد کنیم. خب من هویجا رو گذاشتم داخل این تابه که بپزه. این جعفری ها رو من لازم دارم برای داخل رول که میخوایم مواد بریزیم. جعفری هم لازم دارم. خب ببینید همینقدر که خرد شد نهایت کافیه. حالا یه دونه پیاز ما داریم. این یه دونه پیاز رو من باید رنده کنم. من با این قسمت ریزشم رنده می کنم که قشنگ نرم بشه، قاطی رولتمون درشت نباشه. این پیازی که رنده کردم میریزم داخل این صافی که آبش گرفته شه. منتها آبش که گرفته میشه دیگه من آبو دور نمیریزم. بعد میریزم داخل خود بغل همون رولتمون که خشکتر بشه. زیادم خشکش نمی کنیم که بخوایم فشار بدم خشک خشک میشه. نه این گوشت رو میریزم داخل این کاسه. خب حالا یه ادویه که ما میخوایم قطعی موادمون بکنیم اضافه میکنم. زردچوبه، پاپریکا، یکم فلفل قرمز، اینم فلفل سیاه، اینم نمک. اینم پیاز، اینم سیر. اینم تخم مرغ. زعفران هم اضافه میکنیم که رولتمون خوش رنگ بشه. حالا کامل همه رو با هم مخلوط میکنیم. دو
مثل کتلت یا کبابی که میخواییم درست کنیم ورز میدیم قشنگ که به هم بیفته، بعد گوشت خودش رو جمع کنه. اینم همینطور باید کامل ورز بدیم که گوشت قشنگ خودش رو جمع کنه. خب من الان ورز دادم، نصف پیمانه من پودر سفره ریخته بودم، نصف دیگه هم میخوام اضافه کنم. ببینید این پودر سرخاریه که من اضافه کردم دیگه کامل خودش رو جمع کرد. خب اینم از گوشتمون ببینید دوستان آماده شد، ورزش دادم قشنگ خودش رو جمع کرد. حالا باید یه دونه سلفون پهن کنی، حالا یا سلفون یا مشامو فریزه قشنگ باز کنیم پهن کنیم روش رو چرب کنیم گوشتمون رو پهن کنیم روش. خب اینم از هویج 5 دقیقه جوشید کافیه دیگه، گازم رو خاموش کنم. من روی این تخته سلفون کشیدم، حالا یه مقدار چربش میکنم. با روغن مایه دارم چرب میکنم، با روغن زیتون هم میتونین چرب کنید. خب این گوشت رو من گذاشتم روی این تخته، حالا باید کامل با بردنه صافش کنیم. یه مقدار با دست صافش کنم. ببینید دوستان من این رو قشنگ با دست صاف کردم، با بردنم دارم صافش میکنم. این کناراش هم اگر دیدی نامنظمه قشنگ با دست نگاه کنید، منظورم اینجا هست. به این صورت کامل جمعش کنید. خوب شد دیگه، الان اندازه‌ای که می‌خواستیم صاف شه صاف شد. اینم از رول مرغمون دوستان. ببینید من این هویجا یکم ضخیم بود، یعنی بالاش باریک بود پایینش پهن بود، همه رو با این پوسکن کامل به این صورت نازکش کردم، یعنی اندازش کردم. خب حالا ما یه مقدار جعفری می‌پاشیم رو رول ما. حالا زرشک میریزه، این زرشک خیلی خوشمزه میکنه. خب ما حالا هویجی که پختیم میذاریم روی رولمون. به این صورت حالا رولش میکنیم. اینم از رول ما. حالا این کناراشو با دستمون یکم خیس میکنیم، قشنگ جمعش میکنیم به هم. من دیگه دستکش دستم نکردم، گفتم چون میخوام خیس چه قشنگ با دست صافتر میشه این کنارشو. حالا این طرف اینم کنار رولمون بود که من قشنگ چسبوندمش به هم. ببینید صاف صاف شد. خب حالا من از این قسمت که این سلفون تمیزه دیگه نمیخوام یه سلفون دیگه بیارم که رولمون به هم بخوره، همین رو من میپیچم دورش. ببینید اینه، این قسمتش تمیزه. رو اون قسمتی که سبزی داره میتونیم بپیچیم، یعنی که من قیشیش میکنم. خب کناراش هم قشنگ جمع میکنیم. حالا این رول رو من میخوام بذارم داخل این دیس، قشنگ اندازشه. دم یه ظرفی باشه که سرش نشکنه، وسط نشکنه. میذارم داخل این دیس. حالا نیم ساعت میذارم داخل فریزر که خودش رو قشنگ بگیره، برای سرخ کردن با نره، نشکنه. این رولتی که ما میخواییم درست کنیم احتیاج به سس داره. اول سسش رو درست میکنیم، میذاریم کنار. بعد رول از داخل فریزر در میاریم سرخش میکنیم که دیگه سسمون آماده باشه. من روغن ریختم داخل این ظرف. این پیازشو ببینید دوستان من رنده درشت کردم.
چون برای سوسه گفتم هر چقدر نرمتر و ریستر باشه بهتره. حالا این پیاز رو من اضافه میکنم داخل این روغن. پیازمون سبک شد، ببینید. حالا من زردچوبه و فلفل اضافه میکنم. زردچوبه، فلفل و پاپریکا. حالا ربعی گوجه هم اضافه میکنم. یه دونه قاشق، دو قاشق ربعی گوجه ما لازم داریم. میذاریم قشنگ تفت بخوره که رنگش باز شه. خب ربعیمونم به اندازه کافی تفت خورد. حالا آب بهش اضافه میکنیم. این آبی که من اضافه کردم آب جوش بود، حالا آب سردم بشه اشکالی نداره. من 1.5 لیوان فرانسوی آب اضافه کردم. خب حالا این سس که جوش اومد، یه 2-3 تا قرک خرد خاموش میکنید، میذاریمش کنار، میریم سراغ رولتمون. رولتمون هم سرخ میکنید تا بقیه کارش رو انجام بدید. اینم از سسمون. ببینید چه سس خوش رنگی هم شد. جوش اومد، یه جوش بخوره دیگه خاموشش میکنم. یه مقداری کمی هم نمک بریزم. خب اینم از سرسمون دیگه من خاموشش میکنم. من داخل تابه روغن ریختم، دیرشم روشن کنم برای رولتمون. اینم از رولتمون. ببینید کامل خونک خونکه، یه مقدار خودش رو بیشتر گرفته. حالا روغن که داغ شد چونه رو کم میکنیم، میذاریم داخل روغن. چهار طرفش رو باید قشنگ سرخ کنیم. خب آهسته میذاریم داخل تازه، درش هم میذاریم همینطور که داره سرخ میشه، قشنگ مفروخ بشه کامل که دیگه نرم نرم بشه. باید تابه ای باشه که قشنگ رولت جا بشه. این تابه های دو طرف هم خیلی خوبه. تابه رژیمی ها داخل اون آدم بذاره راحته. من تابه رژیمی دارم، یه مقدار کوچیک بود چون رولمون بزرگه، یه مقدار اگه کوچیکتر بود جا میشد. گفتم بهتون بگم اون تابه هم خیلی خوبه. خب این رولت ما از زیرک سرخ شد. حالا من باید برش گردونم اینو. این از یک طرفش، حالا این طرفش هم سرخ شد. چهار طرفش رو سرخ میکنیم. خب این رولت مرغمون چهار طرفه ای سرخ شد، دیگه میخوام سس رو بهش اضافه کنم. ببینید چقدر شنگ حال بیدار اومد. من روغنی که داخل این تابه بود اضافه شو برداشتم، حالا این سس رو میخوام اضافه کنم. این آب پیازی که من اول از پیازی که قاطی موادمون بود جدا کردم، حالا اضافه میکنم توش، چون آب پیاز خوشمزش میکنه. حالا باید یک ربع الی 20 دقیقه بجوشه که کامل مفروغ بشه. درش رو میذاریم با شعله کم. حالا باید صرف کنیم تا آماده بشه. آماده که شد دیگه در خدمت شما دوستان هستم. یه رولت مرغ خیلی خوشگل و خوشمزه آماده شد. یعنی یه عطر تو این آشپزخونه پیچید، واقعا گیج کننده. یه عطر خیلی خوب خوشمزه. خب شما ببینید این داخل ها، من یه دوبار اومدم برگردوندم این رولت مرغ ها، حتی این مرغ از این سس ریختم روش که قشنگ بره بخوردش. الان دیگه آماده شد. یه آب خیلی کمی داره، اینم برای کنارش لازم میشه. یعنی باید من رولت رو در میارم بذارم داخل ظرف سرخ، قشنگ برش بزنم، هر غلقه کنم و تزینش کنم. ببینید
ببینید، من الان این رولت مرغو که میخوام تزیین کنم، هم درستش براتون تزیین میکنم که اگر خواستین درسته بذارین داخل سفره، هم با ریزندش رو الان درستش رو من با گوجه گیرسی جعفری. خب اینم از یه تزئین خیلی قشنگ برای رولت مرغمون. ببینید چقدر شیک شد، چقدر خوشگل شد. حالا من میخوام برش بزنم، حلقه حلقه کنم مثل همون رولت، بذارم داخل یه دیسه دیگه. بعد اونم باید گوجه گیلاسی هاشو یه هر چی که روش تزئین کردم با جعفری رو همه رو جمع کنم که حلقه حلقش کنم. خب ما سر رولتمون رو جدا کردیم، حالا میگم سراغ بقیهش. رولت مرغ خیلی خوشمزه و عالی خدمت دوستان عزیزم که ازم درخواست کرده بودی، من درخواست رو اجرا کردم. انشالله که مورد پسند واقع شده باشه. یه مرغ خیلی مجلسی، خیلی راحت، متفاوت، خیلی خوشمزه، خیلی هم سریع میتونید آماده کنید. این رولت مرغ در کنار غذا هم سفرتون رو خیلی زیبا میکنه، هم میزتون رو خیلی زیبا میکنه و مطمئنم که اگر مهمونم داشته باشیم واقعا خیلی ازتون تعریف میکنه و خوشش میاد. یعنی واقعا دیگه اون سلیقه و کدبانوگریتون حسابی دیگه نشون میدید. بعد این رولت مرغ هم به چند روش درست میکنن. همین که سینه مرغ میشه قشنگ بپویی، نازک بشه، لابلاش مواد بذاری و با همین خلال دندون قشنگ فیکسش کنی، بذاری سرخ بشه. اون یه مدلش رولت مرغ. این با این گوشت چرخ کردش هم یه مدلشه که یعنی سینه مرغ رو چرخ میکنید، درست میکنید. بعد این مواد وسطش هم دیگه سلیقه‌ایه، شما هر چی دوست داشته باشین، مثلا میتونید اسفناج بذارید یا میتونید مغز گردو هم اضافه کنید، سلیقه‌ایه. یعنی حتی هر کسی ذائقه‌ای داره، یه سلیقه‌ای داره دیگه. اون سلیقه بسیاری به سلیقه خودتون داره که حالا چه نوعیش رو انتخاب کنید. حالا شما اگر مهمون داشته باشید، برای کنار غذا خیلی عالیه، خیلی قشنگه. و نه یادم خودش هم باشه، به عنوان وعد غذایی کامل میشه استفاده کنید. سینه ما رو دیگه خیلی قشنگ آدم میخوره و سیر میشه. انشاءالله که درست کنید، در کنار عزیزانتون لذت شده برید. خب من اینجا از همتون تشکر میکنم، از همگیتون ممنونم که تا آخر ویدیو همراهیم کردید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم فعال کنید که اگر ویدیو جدیدی گذاشتم بهتون اطلاع داده بشه. خیلی دوستتون دارم. هر کجا هستین مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.